ای خدا ای فضل تو حاجت روا با تو یاد هیچ کس نود روا قطره دانش که بخشیدی ز پیش متصل گردان به دریاهای خیش قطره علم است اندر جان من وارهانش از هوا و از خاک تن به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی سنف هفتم به مکتب هادی و درس خاصه خودتان یعنی درس زبان و ادبیات دری خوش آمدید دوستان عزیز به جلسه 27 رسیدیم عنوان درس امروز ما مین چیست و انواع آن را برای شما امروز می‌خواهیم توضیح دهیم در ادامه درس امروز در حوزه دستور زبان ما و شما آشنا خواهیم شد با یکی از انواع علائم نگارشی تحت عنوان علامت ندا دوستان عزیز در فضای مجازی ما رو دنبال کنید آماده دریافت نظرات شما گرامیان به نمبر ارتباطی 20964 780 255 4013 خواهیم بود عزیزان جان بروید برگردیم درس جدید را آغاز کنیم خب شایده عزیز و گرامی قبل از اینکه وارد درس نو شویم کار خانگی جلسه قبل را به مانند جلسات قبلی با هم مرور میکنیم خب در ابتدا میگوییم که در زبان دری علامت سوالی چه کاربردهایی دارد در جلسه قبل با علامت سوالیه آشنا شدیم گفتیم که یکی از علائمی که در حوزه علائم نگارشی بسیار بسیار کاربرد دارد و میتواند معنا و مفهوم جمله را تغییر دهد علامت سوالی است خب میخوایم نگاه کنیم که در زبان و ادبیات دری جایگاه علامت سوالیت در کجای جمله قرار دارد خب میگوییم که علامت سوالیت در حوزه زبان و ادبیات دری در یک جا به کار میرود او کجاست برای بیان پرسش مستقیم هر زمانی که ما خواستیم یک پرسشی را یک سوالی را به گونه کاملا مستقیم از طرف مقابل بپرسیم او جا جایی است که علامت سوالی خود را ظاهر میکند خود را نشان میدهد مثال بزنیم برای بیان این نکته یک مثال بزنیم میگوییم مثال آیا دیروز به مکتب رفتی؟ نگاه کنید شاگرد عزیز آیا دیروز به مکتب رفتی؟ یک سوال است چرا سوال است؟ چون دو نشانه دارد دوستان یک نشانه اصلی که امروز برای شما توضیح دادیم و در جلسه قبل تو کاملا مبسود برایتان تشریح کردیم برایتان واضح کردیم گفتیم که نشانه جمله سوالیه علامت سوالی است که در انتهای این جمله قرار دارد پس ما هر زمانی که یک علامت سوالی را در انتهای یک جمله دیدیم متوجه میشیم که او جمله جمله سوالی است یک نشانه دیگر هم دارد دوستان و او نشانه ای است که در ابتدای او جمله کلمه آیا می آید آیا چیه آیا یک کلمه پرسشی است که برای بیان یک سوال استفاده می شود خب حال می گوید نگاه کنید آیا دیروز به مکتب رفتی این چیه دوستان؟ ای یک جمله است که به طور کاملا مستقیم یک سوالی را می پرسد. البته البته در کنار انواع سوالات مستقیم ما یک نوع پرسشی داریم تحت عنوان پرسش انکاری که در واقع استفهام انکاری هم می گوید استفهام انکاری که وقتی بیان میکند در داخلی استفهام انکاری یک سوالی است که سوال در واقع جوابش متوجه است او کسی که در واقع میخواهد این پرسش را جواب بده یعنی هدف از این سوال این نیست که ما یک جوابی را از مخاطب بگیریم بلکه میخواهیم یک مطلبی را که قبلا بیان شده تاکید بکنیم و در واقع برای تاکید بیشتری این مطلب این سوال را به کار میبریم به طور مثال یک زمانی حساب کنید نگاه کنید شاگرد عزیز شما آمده اید با دوستتان به راه افتادی و به سمت مکتب می آید. در راه که می آید هوا بسیار بسیار ناجوان مردان سرد است حال یکی از دوستان شما که در کنار شماست یک سوالی می پرسد چه سوالی می پرسد؟ می گوید آیا هوا سرد نشده است؟ آیا هوا سرد نشده است؟ آیا جواب ای را که میخواهد از شما بپرسد نمیداند؟ جواب این سوال را معلوم است که میداند ولی این سوال را میپرسد به خاطر چی؟ به خاطر تاکید بر این حرف یا برای بیان یک صحبت با طرف مقابل که هوا سرد نشده است یعنی چی؟ یعنی این جوابی است که من جواب را میدانم تو هم جواب را میدانی ولی برای تأکید بر چی؟ بر این مفهوم بر این معنا که وضعیت الان یک هوایی بسیار سرد است به خاطر این یک سوالی را میپرسد هرگاه سوال ما با این هدف بیان شد تحت عنوان استفهام انکاری بیان می شود یا ممکن است یک نفر شما سوال کند بگوید که آیا تا به حال در عمرت به کاری درستی انجام داده ای؟ آیا تا به حال در عمرت کار درستی انجام داده ای؟ یک سوال است البته از نوع چیه استفهام انکاری است که میخواد یک سوالی را برای بیان تاکید از شما بپرسد پس علامت سوالیت یکی از علائم بسیار پرکاربرد در زبان ادبیات دری هست جایگاهش مشخص است برای بیان چی میاد دوستان پرسش مستقیم و علامتی است که در انتهای در جمله های پرسشی ذکر می خب عزیز و گرامی وارد درس 27 درس امروز خودمان شویم ما و شما امروز با یکی از مهمات منفجر نشده در حوزه کشور عزیزمان افغانستان تحت عنوان مینها آشنا خواهیم شد در ادامه انواع مینها، رنگ مینها، نوع آنها، جنس آنها را نیز با هم بررسی میکنیم و میخوایم ببینیم که بالای وضعیت زندگی و حیات مردمان مختلف در نقاط مختلف دنیا چه تأثیراتی میتواند این ماده منفجر نشده خطرناک بگذارد خب در ابتدا میگوییم که جنگ پدیده شومی است که پیامدی جز بدبختی و تباهی ندارد یکی از وقایع و یکی از حوادث بسیار بسیار منحوس که در طول تاریخ همواره مشاهده می شده جنگ است جنگ ها آثار و پیامت های بسیار خطرناکی برای انسان ها دارد به طوری که زندگی انسان ها را متاثر میکند رشد پیشرفت را در های مختلف اقتصادی اجتماعی تکنولوژی در های مختلف در واقع کن میکند یا در واقع رشد و پیشرفت را می میکند از ادامه آنها متاسفانه کشور ما بر اثر جنگ های تحمیری کشزار مینها ها شده است اگر نگاه کنید به کشور عزیزمان افغانستان متوجه می شوید که بعد از جنگ های داخلی که در افغانستان ایجاد می شده بین گروه های مختلف که نزا و درگیری اتفاق می افته برای از بیرون کردن در واقع دشمنان هم از معرکه میدان جنگ چکار میکردند، از مینها ها استفاده میکردند، مناطق را مین گذاری میکردند تا بتوانند دشمنان خود را از بین ببرد متأسفانه بخش بسیار بسیار وسیع از کشور ما کشزار معین ها شده است که هنوز که هنوز است این مناطق از مین پاکسازی نشده است مائنه ها سالانه جان صدها تن را میگیرد متاسفانه متاسفانه بعد از جنگ جهانی دوم که اولین بار مائنه ها به کار گرفته می شود در نقاط مختلف مناطقی که هنوز پاکسازی نشده مائنه ها وجود دارد در اون مناطق می بینیم که آثار و پیامد های بسیار سویی بر روی انسان ها دارد و سالانه جان ها و تن بسیاری از آدم ها را میگیرد و انسان را به سمت مرگ میکشاند خب هدفی درس چیست؟ ما در این درس میخواهیم با مینها ها و خطراتی که این ابزار منفجر نشده برای انسان دارد آشنا شویم خب در ابتدا مینها ها رو تعریف میکنیم که ما به چی چیزی مین میگوییم مینها ها چی هستن؟ میگویند که اشیای مخصوصی است که در داخل آنها مواد منفجره قرار داده شده است و بر اثر فشار یا برخورد با چیز دیگری منفجر می شود پس یک چیه دوستان یک شی مخصوصی اشیای مخصوصی هستند که در داخل اشیا چه قرار داده موادی که منفجر نشده همی که در واقع یک چیزی لمس کند این شی را این ماده منفجره را به طور کاملا یک باره منفجر می شود و جان بسیاری از انسان ها حیوانات اشیای در واقع دیگر را که در اطرافش قرار موقعیت دارد را میگیرد و از بین میبره من ها از جنس پلاستیک چوب و آهن ساخته میشوند پس جنس معین ها سه حالت دارد شاگرده عزیز چه حالت هایی دارد؟ یا من ها میتواند پلاستیکی باشد از جنس پلاستیک باشند یا چوبی شکل هستن و یا هم آهنی گونه هستن که وقتی میبینیم شکلاش رو متوجه میشیم که این مین است این در واقع یک ماده بسیار خطرناک است این یک شیء بسیار خطرناک است هرگاه انسانها یا حیوانات به مینها برخورد کند دچار معلولیت یا مرگ میشود پس مینها یک شیء بسیار خطرناک هستند که هر زمانی که ما دیدیم یک شعی به شکل در واقع مین ها بود جنسش از پلاستیک بود از آهن بود از چوب بود سعی کنیم به این شعی به هیچ گونه نزدیک نشویم چرا؟ چون نزدیک شدن به این شعی در واقع مخصوص همانا و کشته شدن و جان دادن در او لحظه همان است خب اشکال رنگ ها و اندازه مین ها چگونه است؟ اگر بخوایم شکل مین ها رو دوستان با هم مقایسه کنیم به طور کلی میگوییم ما دو نو من داریم که از نظر شکل ظاهری با یکدیگر دیگر تفاوت دارند. خب میگویم دوستان معنه ها دو شکل دارد یا معنه ها گرد شکل هستند شکل دایری دارند یعنی وقتی میبینیم که اشکال دایری شکل گرد شکلی که در واقع وجود دارد یا شکل توپیس گرد است مانند توپ فوتبال است یا مانند توتای نل بخاری است نل بخاری رو دوستان وقتی مشاهده میکنیم به گونه استوانه شکل است و در واقع نل بخاری مانند یکی از انواع چه دوستان انواع اشکال مین هاست یا میتواند گرد نباشد مین ها چه شکل دارد دوستان هموار است یعنی یا مانند رادیو کوچک است دارای پایه های آهنی شکل است وقتی نگاه میکنیم یک در واقع ابزاری را میبینیم یک شیعی را میبینیم که مانند یک رادیو جیبی کوچک است ولی دارای پایه است دارای چهار پایه هستند که بر روی این ها قرار داده شده و یا هم میتواند مانند چی باشد دوستان مانند بکس های چرمی باشد شکل صندوقچه ای دارد که در واقع یک شکل بسیار قابل مشاهده است برای نزدیکتر شدن اشکال معنا دوستان این تصاویر را با هم ببینیم نگاه در تصویر اگر نگاه میکنیم میبینیم که اشکال بسیار متنوع و گوناگونی از مینها در این تصویر قابل مشاهده است از اشکال بکس چرمی را دوستان میبینید صندوقونه را نگاه کنید اشکال مختلف را یا بگونه است مانند رادیوهای جیبی رادیوهای کوچک که دارای چهار پایه هستند بر روی چهار پایه قرار دارند یا میتواند هموار نباشد چی باشد دو سال گرد شکل باشد یا مانند این نل بخاری است که استوانه شکل است بلند است بالاست و یا هم میتواند دایره شکل باشد گرد باشد چی باشد مانند اشکالی که در واقع میبینیم دوستان در تصویر قابل مشاهده است البته گفتیم که در عینی که از نظر شکل معین ها با یکدیگر تفاوت دارد از نظر رنگ هم دارای تنوع است برخی اشکال به گونه سفید است برخی اشکال به گونه زرد رنگ است برخی به گونه توسی است برخی خاک سری رنگ است اشکال بسیار متنوعی در حوزه انواع مینها در تاثیر مشاهده می شود هدف منگزارها چیست دوستان؟ ما میخوایم ببینیم که یک فردی یا یک مجموعه یا یک گروهی وقتی در یک منطقه منگزاری میکند و اون منطقه را کشزار مینخا میسازد چه هدفی را دنبال میکند؟ به دنبال چه چی چیزی است؟ به طور کلی میتوانیم بگوییم که هدف اصلی از ای کار دوستان دو چیز است یا میخوان وسایل نقلیه که از اون منطقه، از اون مسیر، از اون سرک، از اون در راه عبور میکند او وسایل را منهدم کند حال او وسایل میتواند در واقع باشد او موترهایی باشد که برای نقل و انتقال مهمات جنگی استفاده می شود که برای منهدم کردن این وسایل نقلیه یا وسایل نقلیه دیگری که میتواند وسایل نقلیه عمومی باشد دوستان میتواند مینه بس ها باشد بس ها باشد مانند در... موترهای عادی باشد که از یک مسیری از یک سرکی از یک جاده ای که عبور میکند او در واقع موترها را از بین ببرد یکی در واقع هدف منگوزار هاست و یا میتواند هدف دیگر باشد که مرگ و معلولیت انسان هاست تمامی انسان ها صرف نظر از اینکه انسان دوست است یا دشمن است از این سرک از این منطقه از این مسیر که عبور میکند باید از بین برود هدف اصلی مین گذارها پس به طور کلی دوستان دو چیز است که در این تصویر قابل مشاهده است خب میگوییم که در کنار انواع مینها ها که دوستان برای شما توضیح داده شد بیان شد خود من را تعریف کردیم انواعش را برای شما گفتیم حال در کنار انواع در واقع معنی ها یک سری مواد دیگر هست یک سری اشیاء دیگر هست که این مهمات منفجر نشده است که همون کاربرد و همون اثری که مینها دارد این در واقع انواع مهمات منفجر نشده هم دارد به طور کلی اشکالش رو میبینید انواعش رو نیز در در واقع بر روی شکل ترسیم کردیم برای شما راکت ها راکت ها یکی از ابزار جنگی هستند که برای انهدام برخی از مناطق برخی از پسته ها برخی از موترها استفاده میشد بمب های دستی بوم هایی که در واقع دستساز هستن در واقع او بوم هایی هستن که انسان ها می آید در کنار همدیگر به طور کاملا دستی و سنتی این مهمات را درست میکنند و برای منهدم کردن وسایط نقلیه یا برای مرگ و معلولیت انسان ها از او استفاده کنند مرمی های تانک ها نیز از دیگر مهمات منفجر نشده است که بسیار بسیار خطرناک است مرمی تفنگ و بمبهای های نیز از مهمات منفجر نشده هستند که بالای صحت و سلامتی انسان بسیار خطرناک است و هر زمانی که شما چنین مهمات منفجر نشده ای را در یک موقعیت در یک پسته در یک جایگاه دیدید به هیچ عنوان به اون منطقه نزدیک نشوید چرا چون ممکن است یک راکتی در یک پسته ای باشد در یک خرابه ای در واقع اصابت کرده باشد ولی منفجر نشده باشد همین که شما نزدیک میشوید دست میزنید سنگی به سمت او پرتاب میکنید باعث عمل کردن و منفجر, شدن او چی میشد دوستان شی میشد او راکت میشد وقتی که عمل میکند تا یک شعاع بسیار بالایی تمامی حیوانات تمامی انسانهایی که در اطرافش قرار دارند را از بین میبرد بعد از جنگ جهانی اول از این سلاح ویرانگر استفاده میشد، پس می بینیم که اولین باری که معینه ها اختراع شد معینه ها به کار گرفته شد کی بود دو سال زمانی بود که جنگ جهانی اول در قاره اروپا آغاز میشد. وقتی که جنگ جهانی اول آغاز می شد ابتدا این ماین ها در اون مناطق به کار گرفته می شود بعد به سایر مناطق می رود و مورد استفاده بسیاری از کشورها و دول مختلف قاره های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد بیشتر ماین های منفجر نشده در کشور ما قرار دارد اگر گفتیم که در ابتدا ماین ها در کشورهای اروپایی تولید می شود استفاده می شود ولی جنگ جهانی اول و دوم که تمام می شود جامعه ملل شکل می گیرد تمامی مناطقی که گذاری شده بودن از لوس این ماده و شیع خطرناک پاک می شود به طوری که می بینیم امروزه کمتر کشوری وجود دارد که مینه بر روی او مناطق و او کشور قرار داده شده باشد و پاکسازی نشده باشد ولی متاسفانه کشور عزیزمان افغانستان چون درگیر جنگ های بسیار متعدد و در واقع گوناگون زیاد بوده است هنوز که هنوز است مناطق بسیار زیادی در کشورمان قرار دارند که پاکسازی نشدن معنه ها وجود دارند متاسفانه متاسفانه هنوز پاکسازی نشده است بیش از پنجاه نفر در ما بر اثر برخورد با معنه ها و مهمات منفجر نشده قربانی میشوند. در واقع یک تحقیقی صورت گرفته یک آماری در کتاب شما در این مورد داده شده و گفته که در هر ماه نزدیک 50 نفر آدم در کشور عزیز من افغانستان در ساحات مختلف مورد اصابت ای شیء بسیار بسیار خطرناک قرار میگیرد و جان خود را از دست میدهند پس نشان می که ماده ماده بسیار خطرناک است خب وظایف ما در برابر معنی چیست؟ حال ما مینها ها را باش آشنا شدیم انواعش را گفتیم مهمات منفجر نشده را برای شما ذکر کردیم حال می خواهیم ببینیم که ما به عنوان یک عضوی از جامعه چه وظایفی در برابر این ماده منفجر نشده این شیع خطرناک داریم یک میگویم پرهیز از گشت و گذار بجا در ساحات خطرناک یکی از چیزهایی که بسیار بسیار خطرناک است این که ما به تفرج و گردش و تفرید در اطراف باشیم دوستان در اطراف این مناطقی باشیم که هنوز از مینها پاکسازی نشده است این مناطق وقتی وارد میشویم میبینیم که در واقع مناطق هستند که حصار گرفته اطراف این مناطق در واقع یک سری علامت‌های وجود دارد که نشان میدهد این مناطق مناطق بسیار پرخطری هستند یا اطراف این مناطق را در واقع سیم خاردار کشیدن یا تابلوهای رنگ قرمز گذاشتن و گفتن که این محل یک مط... محل خطر است سعی کنید از این محل دور باشید و ما هم باید از این مکان برای حفظ سلامتی و زنده بودن خود دور باشیم دوم اطلاع به افراد مسئول در برخورد با مینها وقتی که دیدیم یک منطقه یک ساحه از در واقع ای شیء خطرناک از مینه ها پاک سازی نشده یا یک منطقه ای را ما میبینیم کشف شده و بسیار از مین پاک ها هنوز او را ندیده و مورد آشنای افراد قرار نگرفته اولین کاری که میکنیم به مین پاک ها خبر میدیم یا افرادی که در این زمینه مسئول هستند باید با این منطقه آشنا شوند و به سرعت به این منطقه وارد شوند و خطر را برای ما بیان بکنه و این منطقه را یک منطقه ممنوعه برای همه افراد قرار دهند خب شاگرده عزیز و گرامی وارد بخش دوم میشویم در حوزه قواعد نگارشی بحث امروز ما و علامت نگارشی که امروز برای شما در بخش دوم درس امروزتان آورده ایم نشانه ندا تعجب یا خطاب است خب در درس قبلی ما علامت چی رو براتون گفتیم شاید عزیز؟ آفرین علامت سوالی را گفتیم کاربردش رو گفتیم برایش مثال ذکر کردیم حال وارد یک علامت دیگر یک نشانه نگارشی دیگر میشویم تحت عنوان نشانه ندا یا تعجب خب حالی میگویم در کجا به کار میرود نشانه تعجب که علامتش برای شما آورده این دوستان مشخص است میگویم پس از منادا به کار میرود منادا چیست؟ منادا او کلمه است که قبل از حرف ندا قبل از علامت ندا می آید مانند چی؟ میگویم خداوندا مرا در انجام کارهای نیک یاریده یا یک جمله چیز یک جمله دعایی است خب منادا کیست منادا او کسی است که در واقع او را خطاب قرار دیم کی خداوند تبارک و تعالی است میگوییم چی میگوییم خداوندا خداوندا پس چی منادا است این کلمه که منادا است بعدش چه قرار میگیره بعد این کلمه نشانه ندا است نشانه ندا یا علامت ندا همون نشانه ای که بعد کلمه خدای آمد است شاگردان عزیز گشت و گذار بجا باعث ندامت و پشیمانی می شود ای هم یک جمله چیه دوستان؟ یک جمله است چرا نداییست؟ چون به شما خطاب می کند شما را خطاب جمله خود قرار می دهد شما یکی؟ شما شاگردان عزیز شاگردان عزیز یک کلمه مناداست بعد از حرف ندا و بعد از کلمه منادا چه آوردیم دوستان؟ ما نشانه ندا را ذکر کردیم خب این یک کاربرد بود کاربرد دومش در کجاست میگویم که پس از کلمه هایی که بیانگر احساسات و عواطف و تأثیرات ما باشد هر زمانی که ما کلماتی در ساختار جمله شاید از گوش کن هر زمانی که در ساختار جمله کلماتی که بیان کننده احساس ما عاطفه ما تعجب ما خشم ما خنده ای ما باشد در داخل جمله ما سعی میکنیم بعد ای کلمات نشانه ای چی را بگذاریم نشانه ندا را ذکر کنیم به طور مثال وا حسرتا وا حسرتا که نشان دهنده عاطفه حسرت است یک نشانه ای در واقع در این جمله ذکر شده و اون نشانه چیه نشانه نداست که بعد وا حسرتا بیان شده دریقا وا آفرین و کلمات عزیز این قبیل که بیان کننده تأثیرات ما، احساسات ما و عواطف ماست بعدش چی میاید؟ نشانه ندا ذکر می شود یک نکته شاید نگوییم که اگر پس از واجه های ندا جمله بیاید نشانه ندایت در پایان جمله گذاشته می شود پس نگاه کنید شاید عزیز می گویم اگر ما داشتیم اگر پس از واجه های ندا بعد از کلمات ندا یک جمله ذکر کردیم بعد از در واقع اون نشانه ندا چکار کردیم دوستان؟ یک واجه داریم واژه ندا که گفتیم مناداست درسته؟ این منادایی که ذکر می شود بعدش اگر جمله بیاید و او را تکمیل بکند حرف ندا به جایی که بعد از منادا بیاید در کجا می آید؟ در انتهای جمله ذکر می شود جایگاهش تغییر میکند مانند وا حسرت به پایان رسید کنید شاید عزیز در بالا ما چی گفتیم؟ گفتیم که علامت ندا در کجا می آمد؟ بعد از او کلمه ای که بیان کننده ای چیه؟ احساسات و عواطف است یا حتی میتواند تواند اون منادا باشد حالی در این جمله چون یک جمله کامل است ما در واقع نشانه تعجب نشانه ندا را در انتهای وحسرت ها نیاوردیم کجا آوردیم در انتهای جمله گفتیم عمرم به پایان رسید در اونجا ذکر کردیم آفرین پسر خوبم آفرین منادای دوستان آفرین کلمهی که بیان احساسات عواطف میکنم باید نشانه تعجب و نشانه ندا بعد از آفرین بیاید ولی چون جمله ادامه داره بعد از در واقع کلمه منادم ما یک جمله ذکر کردیم پس جایگاه نشانه و علامت ندا تغییر میکنه و در انتهای جمله ذکر میشود خب شاگردای عزیز کار خانگی جلسه آینده شما است در زبان دری نشانه ندا چه کاربرد هایی دارد نشانه نداد دو کاربرد داشت دو کاربردش رو برای ما بگویید و برای هر کدام یک مثال ذکر کنید خوب شاگردای عزیز و گرامی در پایان جلسه امروز رسیدیم جلسه 27 خلاص شد عزیزان جان در فضای مجازی ما رو دنبال کنید آماده دریافت نظرات و پیشنهادات شما در این زبانان نازنین هستیم نمبر ارتباطی ما و شما 20964 780 255 4013 آماده دریافت نظرات خوب و نیک شما و سازنده ای برای ما خواهد بود عزیزان جان تا دیدار دیگر خداوند یار و نگهدارتان